بزرگراه چمران هستیم، ساعت 10:16 الان در از من تردد شبانه هستیه، یعنی خیلی از خودروها اجازه تردد ندارن در شهر. دقیقا اینه یه روز عادی دیگه، الان فرقی نداره با قبل از ساعت 10. اینجا هم بزرگراه حکیم هست، شرق به غرب تردد ها با خیال راحت داره انجام میشه. فرقی کرده تردد ها؟ نه اونچنان نه. رفتیم فلکه صادقی خیابان ستارخان تا ببینیم علت تردد های شبانه چی. از کدوم شهرستان اومدی؟ من از ایلام. ایلام؟ بله. مگه من تردد نیست؟ ساکن اینجایی. ساکن اینجا هستی؟ خب من تردد شبانه هست؟ والا اومدیم شام بخوریم. جواز داری ساعت 10 شب به بعد؟ سوپرمارکت هم مجوز من گذاشتم تو جیبم. سوپرمارکت مجوز داره؟ نه منظورم اینه که سوپرمارکت تا 12 شب هم میتونه باشه. خب یعنی هر شب همین برنامه هست دیگه. تقریبا. یعنی هر شب تردد می‌کنی هر شب تعمیر کن؟ نه بعضی شبا دیگه. من راننده اسنپم. از راننده اسنپ. بله. مردم تردد می‌کنن. پارکام که ماشاءالله شلوغه. کسی توجه نمیکنه، زیادم میان، حالا نمیدونم جریمه میشن خدمت شما شود، نمیدونم پولشون. این سوال ما هم هست، جریمه میشن یا جریمه نمیشن؟ اولین شب اومدی بیرون؟ نه نه هر شب. هر شب میای؟ هر شب میام. اما اون چیزی که قابل توجه بود و جای تاسف داشت، عوض اینکه فعالیت رستوران ها و اغذیه فروشی ها به صورت بیرون بر باشه، جلوی مغازه‌شون میز صندلی گذاشته بودن تا مردم اونجا بشینن. ببین تغذیه فروشی هم ساعت 11 شب دیگه، 11 و 10 دقیقه شب. رفتیم به سمت بزرگراه ها سراغ پلاک های مخدوش که ده اندکی هم مقررات رو رعایت نکردن، هم مرتکب جرم شده بودن. چی شد پلاک رو مخدوش کردی؟ خاطر محدودیت اومدیم، کلا 5 کیلومتر بود، گفتم دوربین دیگه نگیره بریم خونمون. که آقا این کار درسته به نظرت؟ این کار جرمه، تخلف نیست. این خودرو با توجه به اینکه دستگاه تو پلاک بوده و پلاک مخدوش هست، حتما به پارکینگ انتقال داده میشه. اینو زمان اینو بذار داخل ماشین خوده. ببینید والا من محل کارم شرق تهرانه، خودم ساکن غرب تهرانم. این تایم کاریم هم جوری که نمیتونم قبل از 9 بخوام خونه باشم. جاسم ممنون میشم هم اعمال قانون بشن هم خودرو به پارکینگ انتقال داده بشه. ما بیمارستان بودیم دیگه، فقط به خاطر دوربین این کارو کردیم. و از زمانی که این طرح شروع شد تا کنون تو شهر تهران، صرفا شهر تهران، بالغ بر 620,000 خودرو اعمال قانون شده توسط دوربین ها. تو فروردین ما بالغ بر 26,000 اعمال قانون در این خصوص بس پلاک مخدوش و بس پوشش پلاک داشتیم و تعداد 2147 دستگاه هم در بس پوشش پلاک و هم در بس پلاک مخدوشی معرفی شدن به دادسرا. ببینی برصد نیازه که مردم به قوانین احترام بذارن دیگه، به تصمیمات ستاد ملی کرونا، و اگه هم قرار نظارتی باشه برخورد باشه، این نظارت ها باید ملموس باشه تا مردم ملزم بشن به رعایت قوانین، که وضع به این صورت نباشه. الان ساعت 12:13 است. داوود فتحی‌زاده خبرگزاری صدا و سیما.